چیزه مهربونی، مریم خیلی آدم مهربونیه، خیلی دختر مهربونیه. نه بعضی هم خیلی چیز نامهربونم میشم. چهرهشون خیلی جدیه. نه نه اصلا اینجوری نیست، ولی واقعا نه، من واقعا اینجوری نیست. من مثلا اگر مثلا شناختی نداشتم خیلی مهربونه چهرهشون، ولی اگه بخوان خیلی جدی باشه خیلی هم جدیه. ببین هممون آره اینجوری، مگه الان خودم گفتم، گفتم یه ور چیزم دارم. اون ور رو همه دارن دیگه، یه ور مگه من ندارم؟ چرا یه ور خوبی هم اصلا. حالا اون وراتونو برای هم رو کردید؟ آره برای هم، برای هم دیگه. نه 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 هیچ وقت، ولی شاهد بودم که مثلا یه اونوره رو یعنی برای کسی دیگه شو اجرا شد، یا من فکر کنم شاهد بودم یا علی. بعد دیگه اینجوری بود. آره آدم وقتی شاهده که رفیقش داره یه ور دیگه شو برای یکی دیگه رو میکنه باید چیکار کنه؟ بستگی داره. آره آره من هول میشم. باید چی کار کنه؟ به من هول میشم. میخوام اینو بدونم که مثلا من یهو میبینم رفیقم استاده در اون ورش رو کردم واسه بندگان خدا، بعد بعضی وقتا دلم برای اون بنده خدایی که اون وره براش رو شده میسوزه. فکر کنم اینا بعد نمیتونم مثلا طرفداری اونو بکنم، بعد چون به رفیقم بر میخوره میگه که ما رو فروختی. میگم بابا تو دیگه بنده خدا رو تقریبا میشه یه چیزی بگم؟ نه ببین یه آدم هایی هستن اون وره هی اینجوری میشه، یعنی هی اون وره رو نشون میدن. من و مریم هم همینطور، اون وره در مواقع خاصی و واقعا یه وقتایی برحق میاد بیرون رو میشه. یعنی اینجوری است که دائم بخوایم پاچینون یعنی واژه بدی بود حرف بزن. باز خندیدی؟ یکی خندید اونجا. نه مثلا اینجوری که میگم دائم مثلا شمشیر دستم شو ببینیم، خب یه کوچکترین خطایی کرد بکشم از نیام بیرون شمشیر رو بدو هم سمتش. نه واقعا ما ها اینجوری نیستیم، ولی این واقعیته که همه آدم ها اون روه رو دارن، اون وره رو دارن. ولی مثلا من وقتی که دوستم این اتفاق برش میفته هول میشم، نمیدونم بعد چیکار کنم. همون که میگین، میگم اگه برم طرف اونی که داره این اتفاق میفته دوستم پس چی میشه؟ بعد اگه برم طرف دوستم، اون طرف میگه چرا مثلا چرا سعی نکردی وضعیت رو چرا وضعیت رو تعدیل نکردی، مثلا چرا سعی نکردی آروم بمونی دیگه. ولی اساسا من یه دوست این شکلی دارم، ورداره. خیلی بچه خوبی ها، خیلی پسر مهربان دلسوز، ولی یه وری دیگه داره دیگه، یهو میاد بیرون. وره تونتون یعنی تونتون یعنی میاد. از اونایی که یهو مثلا لامصب دیگه تک تیر انداز هم نیست، یه وره تو یه تق میزنی، این یهو خشاب دویستایی میذاره. تو قرار اسمش چیه گفتی؟ اسمش ولش کن. نه واقعا میذاره و میزنه. بعد میگم واقعا این همه خشاب خالی کردی اصلا آدم مثلا اصلا ارزشش رو داشت. بعد فوری هم دلش میسوزه و ناراحت میشه. معمولا اینجوریه. و بعد سعی میکنه حالا از اون بر میفته، سعی میکنه بره جبران کنه. میگم آقا تو یه بار زدی داغون کردی، دوباره میخوای بری بسازی. هر ساختن خیلی سخته، ولی خراب کردن یه لحظه است، آسونه. نه دوستتون نامتعادله ها، ما اینجوری نیستیم. نه ولی بچه خوبیه خیلی. ما جا داره. ما یه بعد حالا ایشالله که نبینین به حق علی، ولی یه وقت شد رو میکنیم.